اینجا فرق
خود دریل مقدار پیلسازی خود را جنریت میکنه
همینجا از رفلکشن استفاده میکنم کد جنریت میکنه. یکی از مزایاش امکان تشخیص خطا در زمان کامپایل، یعنی که به جای اینکه شما برنامه‌تون اجرا کنید تست کنید نقشه مختلف رو ببینید نال اکسپشن میده یا نه، خیلی راحت در زمان کامپایل وقتی دارید بیلد میکنید خطا بهتون گفته میشه یه متن خطا خیلی خوب یا مثلا متن خطا خوب درست کردن توش و خیلی راحت از متن خطا میتونید بفهمید در همون زمان کامپایل که مشکل از کجا حلش میشه. کودی هم که جنریت میکنه خیلی ترتمیز و مرتبه، یعنی شاید اگه خودتون هم میخواستیم اونو پیاده سازی کنیم همینجوری شاید کد میذاریم. مزیت این کدش رو خیلی خوب نوشتن اینه که شما میتونید وقتی به مشکل میخوریم خیلی وقت رو جمعی حتی رجوع کنیم به داکیومنتا ببینیم که اصلا کدی که اونجا جنریت شده چه شکلیه، چرا خطا داره، چجوری باید تغییرش بدیم، یا حتی برای یادگیری از این استفاده کنیم. تفاوتی که الان تو میگیم که داکیومنت هم مثل دگر یک، حالا ما تگ دیگه دارم دگر دو، دلیلش اینه که دگر یک توسط شرکت اسکوئر درست شد. حالا از رفلکشن استفاده کرده اینا کار نداریم، ولی خب بعد یه مدتی شرکت گوگل میاد اینو فورک میکنه و خودش جداگونه رو این توسعه میده، یعنی کاملا دو تا داکیومنت با هم یه جور متفاوتن، این سری مفاهیم اولیه‌شون یکیه ولی خب به صورت کلی جدا شدن و گوگل داره دومی اون نگهداری توسعه میده و دگری یک برای اسکوره. همین بعضی ها از دگری کم استفاده میکنند، اون نیست که این دیگری که چون کلا 90 استفاده کرد ولی تقریبا 90 درصد سویچ کردن روی دگر دو. برای اینکه خیلی کاربردتر بریم جلو من یه اپلیکیشن مثال رو میخوایم با دگر میان یه اپلیکیشن مثال رو میان با دگر پیاده‌سازی میکنم، از دگر پیاده‌سازی کمک میگیرم. میخوایم این اپلیکیشن سه تا ویژگی داشته باشه که بتونه لیست فیلم ها رو از وب سرویس بگیره توی لیست اندنس اسکول نشون بده، وقتی لیست رو بار اول میگیره کش کنه پس میمونه از سرور بگیره، و اینکه اگه اون لیستی که نیاز داریم رو از سرور خواهد بگیره تیم تو کش داریم اولویت بهش بده و یه درخواست برای سرور نفرسته. اپلیکیشن خیلی اپلیکیشن ساده‌ایه، یا اکتیویتی داره که یه دوکیم فرس اکتیویتی فرس اسکیم داره یا فرس اکتیویتی وقتی میزنیم ایسته اطلاعات رو لود میکنه اندرسه و همونجور که میپایندن اطلاعات جایی رو لود میکنه، یا نه سوپر فشن داره در نهایت همین موضوع چه اسکیم. حالا برای اینکه از دگر استفاده کنیم یا حتی به صورت کلی همه فریمورک های کنس اینجکشن سه تا مرحله رو نیاز داره انجام بدیم. اولین مرحله اینکه اصلا ببینیم وابستگی پروژه هم چیه، اصلا کامپوننت ها مثلا اون اول که دستبندی کردم مثلا یک کامپوننت اشتی نیاز داریم، یک کامپوننت کانورتور نیاز داریم، یک کامپوننت کلان نیاز داریم، وابستگی همون پیدا کنیم. مورد دوم اینه که مثلا به دگر بگیم چطوری میتونه اینا رو پروواید کنه یا فراهم کنه بسازه، که دگر برای این کار دو تا آنوتیشن در اختیار میذاره، یکی ماژول یکی پروواید. بعد از اینکه این کار انجام دادیم دگر بعد چیکار کنیم؟ بعد ببینید کلاسه که نیاز به این وابستگی دارن درخواست وابستگی هم داریم یا درخواست وابستگی کنیم. برای این کار دلیل این آنوتیشن داریم اسم اینجکت که بریم مثلا تو مین اکتیویتیتون نیاز به دیپندنسی داریم بریم اونجا اکسان اینجکت استفاده میکنیم بعد اون دیپندنسیتون رو مینویسیم. این میشه مرحله دوم. زمان این دوتا مرحله رو انجام دادیم میرسیم به مرحله سوم، با هم تزریق وابستگی ها انجام میشه که در یه رویه مفهومی آنوتیشن داره بسیار کامپوننت که مفهومی بسیار کامپوننت که وظیفه اصلیش که این کار برای ما انجام بده. حالا استپ بای استپ بیریم جلو که ببینیم هر کدوم از این مرحله ها چجوریه. مرحله اولی که گفتم از این از ماژول استفاده میکنیم. ماژول یک کلاس مفهومیه که بالاش آنوتیشن ماژول میذاریم و داخل این کلاس یه سری متد تعریف میکنیم که هر کدوم از این متد یه آنوتیشن فوروارد داره. وظیفه هر کدوم از این متدا اینه که دیپندنسی ها رو برای ما پروواید کنن و ریترن کنن. وقتی این کلاس رو نوشتیم دگر میاد بعدا ازش استفاده میکنه تا دونه دونه بتونه دیپندنسی ها رو بگیره. اون مثالی که مطرح کردم اگه بخوایم مرحله اول روش پیاده سازی کنیم این وابستگی ها رو داره، یه دونه کلاس رفرنسی یا آبجکت رفرنسی نیاز داره که بتونه درخواست رو بفرسته، یه کلاس API سرویس داره که میاد از اون رتروفید استفاده میکنه برای ارسال درخواستا، اگه حالا نیاز بود اکسپشنی تو HTTP نام هندل کنه وظیفه اون کلاس هندل کنه، یه کلاس داریم به اسم مموری کش که وظیفه‌اش اینه که دیتا رو کش کنه، خیلی
کلاس ساده ای هم هست، فقط یه دونه از الارج کش توش استفاده شده که بتونه برای کش کردن از اون استفاده کنه. در پایین هم یه کلاس داریم به اسم دیتا منیجر که وظیفه‌اش هم پروواید کردن دیتا برای کل اپلیکیشنه، که مثلا میاد لاجیکو چک میکنه که آیا مثلا کش داریم نداریم، اگه داریم از اونجا استفاده کنه، اگه نداریم دوباره ریکوست بزنه. این میشه وابستگی آبجکت گراف اپلیکیشنی که من میخوام درست کنم. حالا که اون رو دستبندی میکنم به ماژولای مختلف، دستبندی ماژولا اونجوری که بر اساس میتونیم بحث منطقی یعنی که خودتون چوری دوست دارین اینا رو کنار هم بذارین تا استفاده کنیم. من اومدم اون دوتا نتروفی رو ایپیل سرویس رو یه ماژول تعریف کردم به اسم نتورک ماژول که تو اون میذارم در دو تا متد براشون میذارم که پروواید کرد. یه کلاس تعریف کنم به اسم استوریج ماژول که بیاد مموری کش رو برام پروواید کنه. در پایین هم یه ماژول دیگه درست کردم به اسم دیتا ماژول که میام دیتا منیجر رو پروواید کنم. خود نوشتن خودش هم این شکلیه، میدونم مثلا نتورک ماژول کلاس معمولی که کلاس جاوا هایی که ساخته میشه یه آنوتیشن ماژول روش میذاریم. دو تا متد دارم اتفاق این رو ساده کردم من که سلاید جا بشه، ولی خب بسید کلی حالا خود رتروفید یه سری دیپندنسی ها داره. من چون ساده کردم میگه اینو تو کد نگردم و اینا خود رتروفید هم مثل حالا نیاز به دیپندنسی مختلف داری که حالا تو کد اصلی هست، ولی خب این دو تا متد پروواید میشن و میتونم دیپندنسی ها رو برمون فراهم کنم. این دقیق کنیم ایپل سرویس نیاز داره به رتروفید، در نشه توی متدش پارامتر بودی به اسم رتروفید داره که خود دایر بر اساس این تقدم و تأخر وابستگی به دیپندنسی ها متوجه میشه که اول باید رتروفید و اون متد بالایی رو صدا بزنه که آبجکت رتروفید رو داشته باشه، بعد بیاد متد پروواید API سرویس رو صدا بزنه و اون رو بهش پاس بده تا بتونه API سرویس رو بسازه. یعنی خود اینو دیگه درگیر نداره. متد بعدی من متد استوریج ماژول کلاس استوریج ماژول که اون آتش ماژول رو باز یه متد داره فقط مموری کش رو برام پروواید می‌کنه. داخل کانستراکتور هم کار می‌کنم مقدار حافظه رو بهش بدم که چرا کش کنم. دیتا ماژول هم باز میاد دیتا منیجر رو پروواید می‌کنه که اینم خودش دو تا دیپندنسی داره، یکی API سرویس یکی مموری کش، که وقتی این دو تا رو خود درگیر براش فراهم می‌کنم باز باز ماژول دیگه و به این پاس میده و دیتا منیجر میتونه صدا زده بشه و خود دیتا منیجر رو حالا این ماژول رو نوشتیم بزنیم به مرحله دوم که چجوری باید بریم به چه دیپندنسی هایی نیاز داریم. سه تا روش هست برای اینکه به دگر بگیم بیاد در واقع دیپندنسی ها رو برای اینجکت کنیم، درخواست بدیم بهش که بیاد اینجکت کنه. یکی از سرویس سازنده است کانستراکتور اینجکشن که بیشترین چیزی که استفاده میشه اینه و از همه‌شون بیشتر استفاده می‌کنیم روشو. روش دوم تزریق فیلد یا فیلد اینجکشن که میایم یه دونه فیلد داخل کلاسمون آنوتیشن اینجکت می‌ذاریم. روش سوم تزریق متد یا متد اینجکشنه که خیلی کاربرد نداره، یعنی حتی مثال زیادی هم نمی‌تونه ازش بگیره پیدا کنه، ولی توضیح کوچ چون در ادامه توضیح نمی‌دونم بگم اینه که یه متد رو اینجکت می‌کنیم، بعد وقتی در یه کلاس می‌سازه برای اولین بار یه دونه متد رو بعد از ساختن کلاس صدا می‌زنه. ولی خب خیلی کاربرد خاصی نداره. این دو تا اول رو بیشتر اگه بخوایم بررسی کنیم، تنظیم متریال سازنده یه جوریه که شما اون سازنده کلاستون مثلا حالا به طور مثال مموری کش ما یه دونه کش سایز می‌گیره. اومدم اصلا اینجا یک سوارش می‌ذارم، دیگه می‌تونه این کلاس بخواد به این کلاس بسازه، نیاز داره که حتما اون دیپندنسی رو براش پروواید کنه بعد این کلاس بسازه. این روش خیلی خوبه، فقط یه سری مشکلات داره. اینکه اول باید خود کلاس رو داشته باشین. شما اگه از یک کتابتون استفاده می‌کنین به اسم OKHTTP نمیتونید بریم برای کانستراکتورش بگید حتی اینجکت و حتی باید کلاس های خودتون باشید و بتونید از این روش استفاده کنید. یه وضعیت دیگه هم داری که حالا چون گفتم حالا تست بگیرید توی این اولش من پرداختم ولی کنم میگم یکی زمانی که شما میخواید تست کنید کلاستون ها اگه فیل اینجکشن استفاده کرده باشید یکم مشکل بیشتر دارید، ولی اگه کانستراکتور اینجکشن باشه خیلی اگه کلاستون ساده میشه میتونید همین جسم معمولی میکنید، مثلا یک کاری به دگر نداشته باشید خودتون دیپندنسی ها رو نیو کنیم بهش بدیم. خیلی خب فیلد اینجکشن اینجوری نیست. این مزیت اونها خوبه که تست بیشتر خودش نشون میده. پس اون فیلد هم خیلی ساده تر مثلا ما تو فرست اکتیویتی اون که ایلش کد اکتیویتی مونه اومدم یه فیلدی تعریف کردم به اسم دیتا منیجر بلاش اصلا اینجکت رو گذاشتم. کاربرد این تو جاهایی که
مثلا ما خودمون اون کلاس نمیسازیم، مثلا دست ما نیست آخرش، مثلا توی اندروید اکتیویتی اینجوریه، سرویس اینجوریه، همه اینا رو خود سیستم عامل میسازه. در نتیجه ما نمیتونیم از کانستراکتور اینجکشن استفاده کنیم و دگر کمک بگیریم، در نتیجه مجبوریم از همین فیلد اینجکشن استفاده کنیم.